یعنی یه عطری داره این پیتزا که باورتون نمیشه. خدایش فکر میکردیم بشه توی خونه آدم همچین پیتزایی درست کنه؟ اصلا نگم براتون، خیلی خوبه، خیلی خوبه، مخصوصا برای کسایی که طعم سیر دوست دارن، عاشق نون سیرن. اصلا باورتون نمیشه، از این بهتر نمیتونیم پیتزا بهشون معرفی کنین. بریم که با هم درستش کنیم. دوستای عزیزم، برای استیک عالی باید گوشت راسته یا فیله انتخاب کنین و اون رو در جهت بافت گوشت برش بزنین، داخل فریزر بذارین و بعد وقتی که حالت نیمه منجمد پیدا کرد اون رو به قطعات خیلی خیلی نازک برش بدین. توی رستوران ها از دستگاه اسلایسر که همون دستگاهیه که باها ژامبون رو برش میدن استفاده میکنن، ولی ما چون تو خونه اسلایسر نداریم بهتر که گوشت رو نیمه منجمد کنیم در جهت بافت گوشت. بافت گوشت رو ببینین، در جهت بافت گوشت برش میدیم، منجمد میکنیم تا در خلاف جهت بعدم بتونیم به صورت نازک برش بدیم. چرا هی تاکید میکنم که باید گوشت رو نازک بتونیم برش بزنیم؟ به خاطر اینکه گوشت رو به صورت خام روی پیتزا قرار میدیم و اگر که نازک نباشه اون وقت هنگام پختن داخل فر آب میندازه و بافت پیتزا رو خراب میکنه. اگر میخواین گوشتتون رو ضخیم‌تر برش بزنین، حتما قبلش باید گوشت پخته بشه و بعد خرد کنید و داخل پیتزا استفاده کنید. همونطور که میبینین تکه گوشتی رو که در جهت بافت گوشت برش داده بودیم سلفون کشی میکنیم، داخل فریزر میذاریم تا یه چند ساعتی به حالت نیمه منجمد در بیاد، یا اگر که کاملا منجمد شد باید یه مقدار زودتر بیاریم از فریزر بیرون تا دوباره نیمه منجمد بشه تا بتونیم که حسابی نازک برشش بزنیم. حالا این تیکه هایی که من از قبل فریز کرده بودم رو نگاه کنید. چون که نیمه منجمده با یه چاقوی تیز میشه خیلی نازک، حدودا 1 میلیمتر ضخامتش باشه خوبه برش بزنیم برای استیکمون. دوستان عزیزم، از این لحاظ میگم پیتزا استیکی که داخل خونه پخته میشه بسیار سالمتر و ارزونتره، به خاطر اینکه برای یک پیتزای 32 سانتی که تقریبا یک پیتزای بزرگ محسوب میشه فقط اندازه 100 گرم گوشت مرینیت شده استفاده میکنیم و این مقدار یه طعم کاملا غالب و فوق‌العاده به پیتزا میده. وقتی تمام گوشت رو به قطعات نازک تقسیم کردیم، حالا باید داخل سس سیر و جعفری بخوابونیمش. به این صورت که داخل یه بشقاب یه مقدار از سس میزنیم و بعد روش گوشتمون رو میچینیم و همینطور دوباره یه ردیف سس میزنیم و یه ردیف گوشت میچینیم تا گوشت ها تمام بشه و بعد داخل یخچال یکی دو ساعت و اگر تایم داشته باشیم خب چه بهتر که بیشتر استراحت کنه میذاریم تا کاملا مزه دار بشه. خب تا گوشتمون استراحت میکنه بریم سراغ درست کردن خمیر. این مواد اولیه برای تهیه خمیر 2 تا پیتزا به قطر 30 تا 32 سانتی متر کافیه. از اونجایی که من میخوام یه پیتزا هم بر اساس ترکیب مورد علاقه خودم درست کنم، 2 تا پیتزا در نظر گرفتم. شما اگر قالبتون با قالب من فرق داره یا یه دونه پیتزا میخواین، لطفاً بر اساس جدولی که توی اولین ویدیوی کانال گذاشتم میزان خمیر مورد نیاز قالب خودتون رو انتخاب کنید و بعد شروع به درست کردن بکنید که میزان مواد اولیه‌تون هدر نره و کم و زیاد نشه. خمیر این دستور نسبت به خمیرهای قبلی که با هم درست کردیم رطوبت بیشتری داره و پفدارتر و لطیفتره. برای درست کردنش آب و مایع خمیر و شکر رو با هم مخلوط میکنیم و آرد رو تو 2 مرحله بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. وقتی که خمیر شکل گرفت و دیگه چیزی ته ظرفمون باقی نموند، باید روغن رو اضافه کنیم. روغن رو هم تا یه چند مرحله آروم آروم در حین ورز دادن خمیر بهش اضافه میکنیم.
برای ورز دادن همونطوری که توی ویدیوهای قبلی گفتم، خمیر رو با انگشتان یک دستمون نگه می‌داریم و با کف دست دیگه اون خمیر رو با فشار به سمت جلو حرکت میدیم و با برگشت دستمون با حرکت انگشتا خمیر رو دوباره جمع میکنیم. بعد خمیر جمع شده رو 90 درجه میچرخونیم، روی خودش تا میکنیم و با فشار دست دوباره به سمت جلو بازش میکنیم و تو حرکت برگشت دستمون دوباره خمیر رو با انگشتا جمعش میکنیم. به همین صورت به مدت 12 دقیقه خمیر رو ورز میدیم. میزان نمک رسیپی رو میتونیم همزمان با آرد به خمیرمون اضافه کنیم یا برای نتیجه بهتر میتونیم بعد از شکل گرفتن خمیر بهش اضافه کنیم. بعد از اینکه خمیر رو 12 دقیقه ورز دادیم، حالا باید خمیر رو چونه کنیم. به این صورت که خمیر رو لول می‌کنیم، بدون اینکه از انگشت شست و سبابه استفاده کنیم، خمیر رو با سه تا انگشت دیگه بلند می‌کنیم، روی میز می‌کوبیم، روی خودش تا می‌کنیم و با دست دیگه اون رو فیکس می‌کنیم، جمعش می‌کنیم. یه مدل دیگه از چونه کردن خمیر به این شکله که یک دست رو ثابت نگه می‌داریم و با حرکت رو به عقب دست دیگه زیر خمیر رو کاملا می‌بندیم. باید مطمئن بشیم که زیر خمیر کاملا بسته شده. می‌تونیم خمیر رو از اطراف نیشگون بگیریم، به داخل بیاریم و بعد دوباره تلاش کنیم که با انگشتانمون اون پایین خمیر رو کاملا با هم دیگه فیکس کنیم و ببندیم. این هم یه مدل دیگه دوباره چونه کردنه که خمیر رو با حرکت دستمون به سمت جلو میاریم و دوباره به عقب میبریم. اگه دقت کنین تو تمام این مدل های چونه کردن سعی میکنیم که زیر خمیر رو ببندیم. حالا هر کدوم شما باهاش راحت ترین همون رو انجام بدین. بعد از چونه گرفتن یک کاسه رو روی خمیر برمیگردونیم و اجازه میدیم که خمیر 10 دقیقه استراحت کنه. بعد خمیر رو به دو قسمت تقسیم میکنیم و هر کدوم رو جداگانه با وردنه باز میکنیم و داخل قالبش میندازیم. زیر و روی خمیر رو آرد گندم یا آرد سمولینا میریزیم و با فشار وردنه باز میکنیم. اینکه حالت گرد باز بشه، بعد از اینکه یک دور وردنه کشیدیم خمیر رو بلند میکنیم، 90 درجه میچرخونیم و در جهت مخالف دوباره وردنه میکشیم و همین صورت انجام میدیم تا اندازه قالبمون بشه. بعد از اینکه خمیر رو داخل قالب گذاشتیم و همه اطراف رو اندازه کردیم، روش رو با سلفون میپوشونیم و به مدت 1 ساعت الی 2 ساعت تا زمانی که حجم خمیر دو برابر بشه استراحت میکنه. این برای درست کردن سس کف پیتزا. کمی کره رو روی حرارت قرار میدیم. وقتی که ذوب شد پیاز رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه 2-3 دقیقه پیاز رو تفت دادیم، لولمه‌ای و هویج رو اضافه میکنیم و اونها رو هم چند دقیقه تفت میدیم. بعد سیر و بعد یک قاشق سرکه رو که داشتیم اضافه میکنیم و بعد از اون هم گوجه ها رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه مواد سس تفت خورد، یک ته استکان آب بهش اضافه میکنیم و درش رو میگذاریم تا 20 دقیقه حسابی نرم و عالی بشه و هر 5 دقیقه یه بار به سر میزنیم تا آبش تموم نشه و ته نگیره. در اواخر پخت اگر موجود داشتین مقداری ریحون تازه به سسمون اضافه میکنیم که باعث میشه طعم و عطر فوق‌العاده‌ای بگیره. بعد از اینکه سس به غلظت مناسب رسید زیرش رو خاموش میکنیم، میکسش میکنیم و میره که خنک بشه.
بریم برای درست کردن سس بیرنیز که یک سس فوق‌العاده برای روی پیتزاست. این مواد اولیه مناسبه برای دو تا پیتزایی که می‌خوایم آماده کنیم، ولی چون من برای یکی از پیتزاها می‌خوام این سس رو استفاده کنم، نصف این مواد رو می‌ریزم. توی دستور اصلی این سس موسیر تازه هست که اگر موسیر تازه در دسترس نداشتین، میتونین برش دو حبه سیر استفاده کنین و به همراه ترخون تازه، دو قاشق غذاخوری و دو قاشق سرکه سفید و دو قاشق شراب سفید که میتونید در صورتی که دوست نداشتین به جاش آب استفاده کنین. این مخلوط رو روی حرارت میگذاریم کمی بجوشه تا اینکه آبی که توش هست اندازه یک قاشق باقی بمونه. بعد وقتی که کمی از دما افتاد، مخلوط رو به زرده تخم مرغ اضافه می‌کنیم و بعد کره آب شده رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد مواد رو با هم میکس می‌کنیم و روی حرارت غیر مستقیم روی گاز قرار می‌دیم. حرارت باید به صورت بماری باشه و مرتب تخم مرغ رو هم بزنیم، چون اگر تخم مرغ رو مستقیم روی حرارت قرار بدیم مسلما تخم مرغ می‌بنده و سس خراب میشه. بعد از اینکه کمی غلیظ شد، نمک و فلفل رو اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم خنک بشه. خب بریم سراغ مرحله آخر، چیدن موادمون روی خمیر. روی خمیری که حالا دیگه حجمش دو برابر شده، سس ناپولی رو که سس کف پیتزا بود رو به آرومی با قاشق میمالیم. اصلا نباید قاشق رو به خمیر فشار بدیم، به خاطر اینکه حبابهایی که توی خمیر ایجاد شده از بین میره. و اینکه سس رو هم یه لایه نازک روی خمیر میمالیم، چون رطوبتش باعث میشه که خمیر نرم بشه. و بعد پنیر پیتزا رو تا اونجایی که سس مالیدیم روی خمیر قرار میدیم و بعد گوشتای استیکیمون رو روی پنیر و کاملا نزدیک به هم میچینیم، چون که وقتی پخته میشه کمی سایزش کوچیک‌تر میشه و اگر فاصله بینش باشه بعد از پخت این فاصله خیلی بیشتر به نظر میاد. به دل به های خودتون میتونین کنارش از حلقه پیاز، حلقه زیتون یا قارچ و فلفل دلمه یه ریز اسلایس شده استفاده کنین. فر رو از قبل با دمای 250 درجه سانتیگراد گرم می‌کنیم به مدت 20 دقیقه. پیتزا رو داخل فر می‌گذاریم و اینم محصول نهایی فوق‌العاده خوشمزه و جذاب ما. سریعا روی توری انتقالش میدیم تا بافت لطیف و پفکی نونش خمیری نشه و با سس بی‌نظیر بیرنیز سرو می‌کنیم. خب حالا بریم یه ترکیب خیلی خوشمزه و متفاوت دیگه از پیتزا استیک رو بگم خدمتتون که خودم عاشقشم. کره رو روی حرارت میذاریم، آرد رو بهش اضافه میکنیم، حدودا 2 دقیقه تفت میدیم، نباید رنگ آرد عوض بشه. شیر یا خامه رو به تدریج بهش اضافه میکنیم، البته خامه خیلی خوشمزه ترش میکنه. وقتی به غلظت رسید، ترکیب ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم و خاموش میکنیم. یه لایه نازک از سس روی خمیر میمالیم، البته مواظبیم که فشار قاشق باعث نشه که پف خمیر بخوابه. بعد پنیر رو میریزیم. البته در نظر داشته باشین که میتونستیم به سس پنیر پارمزان اضافه کنیم تا طعم خیلی خیلی بهتری داشته باشه. و دیگه نهایت کار ترکیب سسمون پنیر موزارلا، پنیر پارمزان و قارچ سرخ شده است که مستقیم میبرتتون بهشت. به مدت 8 تا 10 دقیقه میرن توی فر و این هم نتیجه کار. من مینو هستم، خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که با من همراه باشین تا بتونیم با هم دیگه دستورهای فوق‌العاده‌ای رو امتحان کنیم. شاد باشین و توانمند.